قهرمان جنگ ارتشی بشه، مثل صیاد شیرازی، مثل فلاحی، مثل بهرام افضلی. اینا رو من بهتون توضیح دادم، بهرام افضلی چجور کشتنش از قهرمانان توضیح دادم بهتون، برنامه پیشین رو بایستی ببینید، بعد تکرار نمی کنم. خب این رهبران ارتش شاهنشاهی اینها بودن. بعد از این که محبوبیت پیدا می کردن در میان مردم، با توطئه های صدام حسینی پنهان توسط گروه ها، حالا معاودین و حزب الدعوه الاسلامی و شاهرودین آخوند با اینا که بعدن اومدن، مثل نقدی اینا بعدن، از قبل انقلاب اینها تیم های بودن که همشون بعثی بودن و توسط صدام حسین و اومدن و هر کی شکوفا شد زدن کشتنش از ارتشی ها و اصلا نداشتن جای اسم ارتش بیاد. ارتش همه قهرمانی ها رو در جنگ آفرید. پاسداری که از پیش ننش قهر کرده بود رفته بود پاسدار کمیتیشی و بسیجی اینا شده بود که ارتش آموزشش داد، اون که کاری نه، اون که چیزی بلد نبود. اونا هم که سربازی رفته بودن اومدن رفتن تو سپاه، اینا سربازی زمان شاه را آموزش گرفته بودن. ارتش شاهنشاهی اینه. حالا این ارتش شاهنشاهی مقتدر و قوی هست، به خاطرتون جمع باشه، به زودی خواهید دید که شاهکار بزرگی خواهید آفرید. الان اگر اقدام سریع نمیشه، میدونید چرا؟ من بهتون گفتم بارها، بازم میگم، برای اینکه الان خر علینه شدن، استهمال شدن، مجذوب ولایت فقیه و فاطمه علی محمد حسن حسین شدن، چند میلیون نفرن در ایران، داری که شک نباید بکنیم که همه که مثل من و شما فکر نمی کنن. توده های بسیاری داریم، میلیونی، 8-9 میلیون داریم که اینا جدا از اینکه حقوق می گیرن و فلان و از بنیاد شهر و این اصلا معتقدن به یک چرندیات اسلام. خب اینها یا باید همه شون رو کشت، خود رژیم که داره می کشه تو انفجاراتش، و یا این که بایستی از اینا لاقل گذشت. برای اینکه این نسل نو و جوانی که مده، پدر مادر خودش کافره، پدر مادر خودش به خاطر حفظ جان بچه ها هیچ کدوم مسلمون نبوده و نیست، بابا ننه تو مسلمون نبوده و نیست، او که علکی میرفت نماز میخوند، هم به قول الله میکرد، برای سلامتی تو بچه بود عزیزم، برای سلامتی تو بود، برای حفاظت تو بود، برای امنیت تو بود، که نمیخواست تو یاد بگیری مثل کیان پیرفرد بری تو مدرسه بگی بعد نشون بگیرن تو ماشین بزننت. این خانواده ها اینجور بودن. الان بچه میگه مادر جان من نمیخوام، بابا من نمیخوام تو مصلحت اندیشی کنی، مصلحت اندیشی اینا میگفتن تقیه، میگه نمیخوام اونو بکنی، بیاین رو در رو ما با دشمن در جنگیم، بیاید بجنگید. الان همون شده. حالا این طیف وسیعی که نامسلمان هستند و معترف هستند و شجاعانه در برابر اینا وایستادن، در برابر یه طیف خرمقدسی که اینا رو یا باید آدم بشن، نسل نو و جوان، حتی پیرزن و پیرمرداشون رو که میتونید با صحبت، با بحث، با داعیان رو میشناسین، داعیان حسن صباح، اون زمان که نه اینترنت بود، نه تلفن بود، نه تلویزیون بود، نه رادیو بود، اون موقع جهان اسلام رو بر علیه تازیان حاکم شورش آفرید، شوراند. خودش باطنیین در ایران، سمرقند و از بغداد تا سمرقند و بخارا و اینها نیروهای شورشی را آفرید، و از اون طرف در شمال آفریقا فاطمیین را آفرید. فاطمیین بر علیه تازیان حاکم قدرت را آورد، وقتی یک درجه بندی بود، چون از آیین میترا که فراماسونری هم از آیین میترا یاد گرفته، مراحل چندگانه رو، هفتگانه رو که از کوچک کلاق شروع میشه میاد بالا، اون حسن صباح هم این کار رو اعمال کرد و داعیان رو میفرستد این ور دنیا که مردم روشن کنن. شما باید همتون داعی بشین، داعی یعنی دعوت کنید به خرد، پیام آور خرد باشید. عمه خاله بیبی همه همسایه اینا نبود، هیچ کشکول دستشو میگرفتن در رو بیشه ما میرفتن، اون چی بود؟ تشکیلات بود. اون کشکولی که دستش میگرفت میرفت میخوند و اینا، با شعر آدم عوض میکرد، با سخن آدم عوض میکرد. مولوی که جهانیست میشناسنش به عنوان رومی، تا 40 سالگی در شهر قونیه ترکیه کنیا قاضی تازیان بود،
حکم صادر میکرد، اعدام میکرد، میکشت، با رژیم کار میکرد. از مغول وقتی که حمله کرد به ایران، از مغول پشتیبانی کرد رومی. اما در 40 سالگی دائی میاد، پیام‌آور خرد میاد، شمس تبریزی میاد، باش برخورد میکنه، روشنش میکنه، کاری که سالهاست پیام‌آوران خرد انجام دادن در این 40 سال اخیر. پیام‌آوران خرد جان در این راه بنهادند در این 50 سال اخیر، در این 100 سال اخیر، و تحول فکری آفریدند. و این تحول فکری به اینجا رسیده که امروز دختران ما و بچه های خردسال ما از این پیرپاتالای ما بهتر و بیشتر میفهمن و شجاعانه در میدان هستند. در میدان بودنش بسیار مهمه. و کشورهای اسلامی روز به روز دارن خودشون، اونها آگاه میشن، روشن میشن، دولت ها بهشون امکان میدن که بتونن راه رو باز کنن. شاملین در ترکیه چندی پیش من یه فیلم به شما نشون دادم که خانم یک آخوندی رو در بحث آزاد مسخره میکنه، میگه مردی که این مزخرفات چیه تو داری میگه که تو قرآن هست، یا یه قرآن رو آدم بکش و فلان فلان، یا رو بور کرد آخونده رفت به درک واصل شد. حالا این یک آقاست توی ترکیه، میگه آقا تو میگه یه خورما بخور مال مکه باشه، بعد روش سم بخور، روش شاش شطور بخور، هیچ کارت نمیشه، بیا بگی بخور. میذاره رو میز. تلویزیون ترکیه است. ترکیه هم خیلی میگن متاسفم فلان، ولی ببین روشنگری تا کجا رسیده. وقت تو که تمدن بشریت را آفریدی در کجا هستی؟ ابو داوود تا geçiyor. Kim sabahleyin 7 tane acve hurması yerse onu da getirdim. Buyurun. Acve hurması. Evet. Yani ben yerim zevkle. Size de tavsiye ederim Ebu Bekir Bey'e de. Teşekkür ederim. O gün geceye kadar ona ne zehir ne de sihir zarar verir. Bakın bu hurmayı yiyene sihir ve zehir zarar vermiyor. Bir tane de fare zehri getirin. Buyurun burada duruyor. Şimdi Ebu Bekir Bey'e soruyorum. Allah'ın dinine hepimiz güveniyoruz. Bu hurmayı yedikten sonra bu zehri yemeyi birine tavsiye edebilir mi? Kendisi böyle bir şey yapabilir mi? Bunları din adına savunmak bir ihanet değil mi? Bunun işte kütübüsü nerede duruyor? Buyur işte hurma, işte zehir. Deve idrarı son derece sahih bir hadis. Son derece sahih. Çok son derece sahih bir hadis. Ve şifadır. Ve şifadır. Buyurun ben de burada bir deve sidiği de getirdim. Onu da masaya koyuyorum. Ebu Bekir Bey kendi dinine güveniyorsa bu da işte sahih kaynaklarda geçiyor. Sahih dedi bu sahih. Öyle hasen, garip, zayıf değil. Buyursun buradan alsın. Hastalarımıza ben bunu şifa diye yapıyorum desin. Veyahut da uygulamalı olarak içebiliyorsa içsin. Buyurun tavsiye edin için. دقیقاً مثل همین شما در عربستان سعودی دارید. عربستان سعودی پایگاه و نگهبان اماکن مقدسه اسلام از وقتی که آقای محمد بن سلمان اومده، ریشه ایرانی داره، مادرش ایرانی است، مال قبیله عجمان. من بارها گفتم 14 15 16 سالش بود، پدرش در پاریس بود، اون موقع تلویزیون العربیه رو می‌خواستن افتتاح بکنن، چون تلویزیون العربیه رو برای افتتاحش باباش اومد اینجا اون سالا. و ما هم دفتر شانزلیزه ما تنها جایی بود که شما میتونستی فکس روان کنی. تکنولوژی داشتیم ما اونجا توی شانزلیزه، اولین بودیم. الان دیگه تو خیابون شانزلیزه را میری اینترنت مجانیه، شهر در گذاشته و غیره. الان موقع تنها بودیم. همه جا هر کی می اومد یه کاری داشت اومد پیش ما. حتی یه بار نوای مارشال منش اومد اونجا، دید عکس مارشال منش با عمر شریف اونجاست، گفت دایی منه، عموی من. گفتم کی عمر شریف؟ گفت نه این بغلش. گفتم مارشال منش؟ گفت آره. کدوم رفیق منه که مارشال منش؟ چطور من تو رو نمیشناسم؟ آخه خانم مارشال منش ژاپنیه. بعد میکو پاتریسیا درود دارم بهش، خیلی زن با شرفیه، خیلی. یکی از محاسن زندگی مارشال منش اینه که زن خیلی خوبی داره. حالا خیلی هم میومدن اونجا پیش ما میرفتن و اینا. از جمعه روز این بچه خوشگلی تو پولی اومد و فاکس داشت بفرسته و اینا. بعد من قیافش گفتم تو کویتی هستی؟ گفت آره. با حرف زدن نگو مثلا من کویتی نیستم. ما با این رفیق شدیم و هر من بچه که میمیان دفتر شانزلیزه تو این سالا دیدن منو، ما
کارمون ارشاد بوده. ارشاد اسم نشریه ما بود. قبل اینکه وزارت ارشاد داشته باشن، ما ارشاد خرد، ارشاد آریایی، ارشاد ایرانی، ایران گرایی نشریه‌مون بوده، چالر منتشر میشه در فرانسه. ما شروع کردیم با بچه صحبت کردن، اینقدر خوشش میومد، هر روز میومد پیش ما. هر روز. و بعد روز آخر که میخواست بری گفت من کویتی نیستم، من سعودی هم. گفت اما بعد مال قبیله عجمان هم. بابا اومده بود این. رفت. رفت. 20 سال بعد. شد ولی عهد. این بچه یک کیان پیرفلک بود. کیان اگه من و تو رو با تلویزیون میدیده اون حضوری دید صحبت ها آیه قرآن، قرآن رو با کردیم براش خوندیم، گفتیم زیر خاک عربستان سعودی تمدن ایلامیان 7700 ساله چیز دیگران امریکایی هم به ماهواره فرستادن فیلم گرفتن. خب این از وقتی که اومد اول اینکه گردن همه رو زد و بعدم الان داره کارایی میکنه که ولی شوربختان همین که با ایران متحد شدن این یه خطری بود هست، این خطریست. ولی شما بینید عربستان چیکار کرده؟ ایرونی که میره اونجا دیگه اون ایرونی سابق نیست که میرفت بهش تجاوز میکردن فلان میکردن که بچه ها رو وقتی که صلح کرده الان با ایرانی برخوردشون با ایرونی فرق کرده. زرتشت زر یعنی ذهب، ور یعنی ذهب، تشت لو کسخل اون نقصل سیاب فیهی و هذا ظرف زرینه مذهبه ذهبیه کشمس. فی نفس الوقت سألتو اذا الناس غیر رجعو الى دینهم الاول لان من خوف انا كنت یهودی بخوف قلت انا مسلم. وفی ایران فی کتب کتبو هیک كتبوا آلاف صفحة كتب يهوديين إيران خصوصا من مشهد لكي يقدر أن يعيش في البلد، قالوا نحن مسلم. أنا عندي جوزيف وقول أنا عندي عبد الله، هذا كتبوا كتب موجود. فلذلك من خوف زرتشتي قال أنا مسلم، لأن إذا ما كنت مسلما كما يعملون الداعش اليوم. فلذلك سألت سيد منتظري أنا وهو قال كل الذي يعتقد بالدين ودين أهل الكتاب عندهم كتاب مقبول لدينا. لكن مش هذا النظر، هذا الفكرة كان عند منتظري وبعض الآخرين، لكن مش أكثر الرجال. شهر نومو که ساخته، من 7-8 سال پیش به شما گفتم سوفیا رو اولین زن ربات رو خریده، پاسپورت سعودی بهش داده، اونو دارن کجا میرن؟ ما رو کجا گیر انداختن در دست این تازیان پلید اهریمنی اهریمن صفت؟ عربستان برای ما سفر خیلی ویژه و خاصی بود، چون راجع بهش تو ذهنمون یه عالمه کنجکاوی بود که میخواستیم به چشم خودمون پاسخشو ببینیم. اینکه آزادی‌های اجتماعی و فرهنگسازی گسترده و تلاش برای ما بایستی بیایم میلیاردها دلار پولمون به هدر بره، یعنی یا بدیم به پابرهنه‌های جهان و یا بدیم به فلسطینی‌های مفخور که هم میدونید که غزه رو که زد اسرائیل، وسط شهرشون، میدون شهرشون تندیسه، صدام حسین بود و هست، پولای شما رو میگیرن، ولی همون کسی که ایران رو نابود کرد 8 سال جنگ بوتشون بود بدبختا. صدام حسین عکس تو خامنه‌ای چلغوز گذاشتن، خمینی گجستک رو گذاشتن یک یاد، ولی شما برید در اورشلیم، برید در شهرهای تل‌آویو و بزرگ و پرجمعیت اسرائیل، شما خیابان داری به نام
کوروش، خیابان داری به نام تهران، خیابان دارید اونجا.